اعلان جنگ گلبدین حکمتیار علیه طالبان. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. اعلان جنگ گلبدین حکمتیار علیه طالبان. گلبدین حکمتیار از هواداران حزب اسلامی خواست برای یک جنگ دیگر آمادگی بگیرند. یک هفته پس از حمله مسلحان به مسجد حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار از هواداران این حزب خواست که برای یک جنگ و مبارزه دیگر آمادگی بگیرند. او خطاب به حامیان حزب اسلامی گفت که باید ملت را از شر این گروه جانی، خائن، وطن فروش و دلستیز نجات بدهند. آقای حکمتیار از گروه خاصی نام نبرد. رهبر حزب اسلامی در خطبه نماز جمعه گفت که حزب اسلامی همواره برای حل مسالمت آمیز بحران افغانستان تاکید کرده، اما شماری از جنایتکاران این را هم تحمل نمی کنند و بر مساجد و مکاتب حمله می کنند. او تاکید کرد که این حزب برای حل بحران افغانستان مذاکرات بین الافغانی و تشکیل شورای منتخب که اجماع ملی را تمثیل کند و در مورد تدوین قانون اساسی جدید تصمیم بگیرد پیشنهاد کرده است. او افزود: اما با خواستهای ما و ملت نه تنها اعتنایی ندارند و تحمل نمی کنند، بلکه تصمیم می گیرند مسجد را ویران کنند و نمازگذاران را بکشند. آقای حکمتیار در مورد حمله به مسجد حزب اسلامی گفت که بر اساس تحقیقات ابتدایی عاملان حمله تاجیکستانی بوده اند. گلبدین حکمتیار گفت که یکی از مهاجمان برای حمله انتحاری آماده شده بود، اما از سوی محافظان او کشته شد. او گفت که مهاجم انتحاری از ناحیه سر مورد شلیک قرار گرفته و تمام اسنادی که هویت مهاجمان را نشان می‌دهد سالم است. گلبدین حکمتیار افزود که بیرق سیاه داعش از نزد مهاجمان به دست آمده است. با این حال او گفت که هیچ عجله برای متهم کردن هیچ گروهی را ندارد و این موضوع را بررسی می کند. آقای حکمتیار تاکید کرد که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه داعش که بیرق سیاه آن در نزد مهاجمان است نیز این حمله را تبصیل نکرده اند. گلبدین حکمتیار در ادامه تاکید کرد که احتمال دارد بیرق داعش در واسکت انتحاری مهاجمان تعبیه شده باشد تا ردپای عاملان اصلی شناسایی نشوند. او گفت که در واسکت انتحاری مهاجم 11 کیلو مواد انفجاری جاسازی شده بود. رهبر حزب اسلامی در مورد ورود مهاجمان به دفتر حزب اسلامی گفت که انتحاری قصد ورود به مسجد این حزب را داشت و هر دو مهاجم با موتر در صحن مسجد وارد شده بودند. آقای حکمتیار افزود که در حمله مهاجمان یک نفر از محافظان او کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند. وی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: ما مجبوریم تصمیم بگیریم و ملت را از شر اشرار مزدور و جانی نجات دهیم. او گفت که حزب اسلامی علیه شوروی و ناتو جنگیده است و در مبارزه جدید نیز انتظار تایید خداوند جل جلاله را دارد. آقای گلبدین حکمتیار تصریح کرد که پس از تکمیل تحقیقات در مورد این حمله شورای مرکزی حزب اسلامی را برگزار می کند و تصمیم نهایی را خواهد گرفت. او تأکید کرد که تا تکمیل تحقیقات موضوع داعش نیز در مورد این حمله روشن خواهد شد. رهبر حزب اسلامی گفت که پس از حمله مهاجمان شمار زیادی به او مراجعه کرده تا از مسجد رضاکارانه دفاع کنند، اما او افزود که بنابر دلایل امکانات بدرای پذیرش همه وجود ندارد. او گفت شماری از مراجع کنندگان پذیرفته می شود و آنها به مسئولین امنیتی حزب اسلامی مراجع کنند. آقای گلبدین حکمتیار در مورد طالبان هم گفت که حزب اسلامی از طالبان در برابر مقاومت حمایت کرده، اما طالبان دانشگاه اسلامی مربوط به حزب اسلامی را بسته است. او گفت که عمر این دانشگاه بیشتر از عمر تحریک طالبان است. او با شکایت از طالبان گفت که این گروه از 8 ماه به این طرف برق مسجد، دفتر و تلویزیون بریا را که مصارف آن را در گذشته حکومت قبلی پرداخت میکرد هم قطع کرده است. او گفت به خاطر این اقدامات طالبان انتقاد نکرده است. او گفت در حالی که مردم در شهر کابل در شبانه روز برق 8 ساعته دارند، اما او برق شبانه روزی دارد. او گفت که در 15 ماه گذشته معاش نیروهای امنیتی او و کارمندان دفتر حزب اسلامی که در گذشته از سوی حکومت پرداخت میشد نیز از سوی طالبان قطع شده است.
از متحدین حزب اسلامی می خواهیم که برای یک جنگ دیگری، برای یک مبارزه دیگر آمادگی بگیریم. بار گران این جهاد هم با دوش شماست. شما اهلت و شایستگی را دارین که بتانین ملت از شر این گروه جانی و خائن و وطن فروش و دین ستیز هم شما باید داشته باشید. خدا با شماست. انشاءالله در این مبارزه هم پیروز خواهید شد. همون ترتیبی که در دو مبارزه دیگر پیروز بودیم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.